آخرین پروژه زندگی هنری فرامرز پیلارام که شاید بشود آن را شاهکاری ناتمام در احیای هنر کتاب‌آرایی در ایران نامید، تصویرسازی برای مجموعه قصص قرآن به سفارش فرهنگسرای نیاوران در اواخر سال 1356 بود. این مجموعه به لحاظ موضوعیت و کیفیت جزء مهمترین پروژه‌های کاری او هستند و به لحاظ اهمیت قابلیت بحث و بررسی و نگارش بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد. این پروژه به ابتکار فیروز شیروانلو که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران بود، برای تصویرسازی کتب آسمانی به تنی چند از نخبگان هنری این سرزمین سفارش داده شد. تصویرسازی کتاب اوستا به مسعود عربشاهی سپرده شد و تصویرگری داستان‌های قرآنی را فرامرز پیلارام به عهده گرفت. پیلارام از ممتازترین شاگردان شکوه ریاضی در هنرستان هنرهای زیبا بود که ترکیب بندی را به عنوان یکی از اصول نقاشی از استادش فرا گرفت و بعدها در آینده حرفه‌ایش از آن کمال استفاده را نمود. فرامرز پیلارام بیش از 80 اثر برای داستان‌های قرآن خلق کرد که عمده آثار آن مربوط به وقایع زندگانی حضرت یوسف و ابراهیم می شود. این مجموعه آثار شامل برخی از مهمترین داستان‌های قرآن از زندگانی پیامبران بالاخص یوسف است. وقایعی مانند معراج یوسف در چاه، یوسف و برادران، ابراهیم در آتش و معراج پیامبر اسلام می باشد. این مجموعه چکیده کارنامه هنری او و تبلور اندیشه های هنرمندانه اش در عرصه نقاشی با خط بود. پیلارام هر آنچه در زمینه نقاشی، طراحی و چاپ تجربه کرده بود، یک جا در این مجموعه آثار ارائه داد. نتیجه مکاشفات پیلارام در بکارگیری رنگ و وارد کردن اصول نقاشی فیگوراتیو در ساختار خط‌نگاره‌هایش، وی را در یافتن معنایی تازه و تثبیت بیانی شخصی در تصویرسازی قصص قرآنی یاری رساند. این مجموعه قرار بود در قالب یک کتاب نفیس توسط انتشارات فرهنگسرای نیاوران با 70 نگاره رنگی به 4 زبان منتشر شود. ولی زمانی که پیلارام این مجموعه را به پایان رسانید، انقلاب ایران به وقوع پیوست. تصفیه حساب کارش به تعویق افتاد و متاسفانه این مجموعه بی‌نظیر هیچگاه منتشر نشد. شایان ذکر است که بیشترین تعداد این مجموعه در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود.